هر کسی که تو زندگیش احساس میکنه که مشکلات بسیار هست. ما دو نوع فرد داریم، یه فردی که مشکلات نداره اما وهم و به حالتی همچنین داره، یک اشتباه تربیتی داره، فکر میکنه که همه دنیا مشکلات هست، زیبایی های زندگی رو نمیبینه. این یه مشکل بسیار عمیق هست که برمیگرده به ضعف ایمانی فرد. وقتی که انسان، شما برخی افراد رو میبینید وقتی باشون میشینید، اینها همش نقنق میزنن، همش شکایت داره، از کارش شکایت داره، از زن و بچه شکایت داره، از خونه و زندگی شکایت داره، از وضع خونه زندگیش رو عوض کرد، به خونه ای بهتری داشت، از این خونه بهتر شکایت های بیشتر داره، از سفرهای شکایت داره، از زندگیش کل از شکایت هست. یه وقت نمیبینی که بگه الحمدلله، یه وقت نمیبینی که شکر الله رو به جا بیاره، در حالی که اصلا زندگی نصف شکر نصفش حمده، یعنی نصف زندگی صبره نصف شکره، نصف زندگی صبره نصف زندگی شکره. یعنی چی؟ یعنی زندگی باید توش سعادت باشه. صبر چیه مگه؟ صبر یعنی اینی که من یه چیزی رو تحمل میکنم، اما تحمل میکنم به اختیار خودم، مجبور نیستم، خودم مهار زندگی دست خودمه در تحمل این چیز. یه مشکلی هست، یک موردی هست، من تحملش میکنم و در اثناء تحمل کردنش لذت میبرم، از تحمل کردنش لذت میبرم. چرا؟ چون که اختیار خود من هست. اینو میگن صبر. مثالش، یه خانومی بیمار بود، بیماریش این بود که وقتی مثلا بیماری هایی هست که دماغ انسان هست، تو مخ انسان هست، و یهو میبینی که این فرد یه مدتی مثلا بهش میگن میگرن، بیماری میگرن یه بیماری هست که طرف از حال بی حال میشه، مثل دیوانه ها تصرف میکنه، سردرد میشه و جسمش و فلان و از یه حرفا. بعد از مدتی این بیماری رفع میشه، بعد طبیعی میشه، هر چند وقت اینو میگیره و ولش میکنه. خب بهش میگن سرع، بهش میگن میگرن. خب این خانم همین بیماری رو داشت، اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که یا رسول الله، من همین بیماری رو دارم، اگر برای من دعا کنی که خداوند متعال به من شفا بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون رو، شیوه برخورد ایشون با یک مشکل رو عوض کردن، جهت دهیش کردن، گفتن ببین میخوای، من دعا میکنم خداوند متعال شفات میده. اختیار دوم، میخوای صبر میکنی و پاداشت بهشته. این قانون الهی است که خداوند متعال کسی بندهش رو اگر به یک مصیبتی آزمایش کرد و اون صبر کرد، بهشت جایگاهش است. کسی خداوند متعال چشاشو گرفت، صبر کرد، آخرش بهشت میره. کسی خداوند متعال بچهش رو گرفت، از اگر گوشهش وفات کرد، صبر کرد، ابن عبدی بیت الحمد فی الجنه، برای بنده من قصر حمد رو در بهشت بنا کنید. این خانمه با خودش فکر کرد، گفت که اگر من این بیماری رو صبر کنم چقدر، من چند سالی که این بیماری رو دارم، چند سالی دیگه از زندگیم چی میدونم چقدر مونده، این مدت زمان دیگه رو هم صبر کنم بهشت ضمانت کردم، اما اگر پیامبر دعا کرد و من خوب شدم، خب چند وقت دیگه زندگی میکنم، اما بهشت ضمانت نیست. گفتند یا رسول الله بل اصبر، صبر میکنم. الان ببینید موقعیت این خانم رو با این بیماری چطور هست. الان با اختیار خودش صبر میکنه و لذت میبره از اینی که اجر پاداش بهشت در انتظارش هست. این اجر بزرگ در انتظارش هست و خودش با اختیار خودش صبر میکنه، کلن چهره زندگی این خانم رو عوض کرد. تصوراتش از زندگی، لذت بردنش از وضعیت زندگی، دیدن نعمتهای الله متعال، همه اینها و این نصف زندگیست، نصف ایمان هست، صبر. نصف دیگه چی هست؟ شکر. این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث عجیبی بیان میکنند که خودشون میفرمان عجبا لامر المؤمن،
عجیبه این امر مؤمن، امر مؤمن، کار مؤمن چقدر شگفت‌آور هست. اگر نعمتی بهش رسید، اذا اصابته سرا، اگر یه خوشی بهش رسید، شکر، شکر خداوند رو به جا میاره، فکان خیرن له، و این براش بهتره. یعنی اگر یه نعمتی نصیب شد، یه خوشی، یک اتفاق خوبی واسش پیش اومد، شکر خدا رو به جا میاره، حمد و سپاس الله رو به جا میاره، و این براش خیره، اجر و پاداش هست، وارد قانون الهی میشه که لئن شکرتم لأزیدنکم، وقتی شکر میکنید من بیشتر و بیشتر بهتون میدم. و این اصابته ضرا، برعکسش، وقتی یه مصیبتی، یه مشکلی براش پیش میاد، صبر فکان خیرا له، صبر میکنه و این براش خوبه. صبر میکنه یعنی چی؟ یعنی صبر رو خودش انتخاب میکنه. صبر چیزیه که من خودم انتخابش میکنم، نه اینکه من مجبور. آقا دیگه باید بسوزیم و بسازیم. این بسوزیم و بسازیم، این حرف اونهایی هست که چیشاشون چیش چی هست؟ چیش مگسه. چیش مگس اون چیشی هست که فقط تو زندگی کثافت ها رو میبینه، همش میناله، همه بدبختی های زندگی رو میبینه. باید چشامون رو چیکار کنیم؟ چش زنبور عسل. چش زنبور عسل اون چشیه که هر جا میره گلا رو فقط میبینه، کثافت ها رو نمیبینه، فقط گلا رو میبینه و میره از هر گلی اون به اصطلاح شهد و عسلش رو میگیره و زندگیش رو شیرین میکنه.